ولایتی بر روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلان می‌کند. ادامه کار گزینش اعضای کابینه جدید در حدود 20 روز خدا خواسته باشه موضوع حل شد. و آمریکا مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز جمعه دوم عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 24 اکتبر سال 2014 میلادی. پریسا ابراهیمی هستم. تا نیم ساعت دیگر در این مجموعه خبری از شبکه آریانا نیوز و آریانا با شما. اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی برای یک روز دیگر به تعویق افتاد. عزیزالله بختیاری کمیشنر این کمیسیون میگوید نتایج نهایی این روند که قرار بود امروز اعلام شود تا فردا به تأخیر افتاده است. در همین حال شماری از نامزدان شوراهای ولایتی ادعا دارند که کرسی های شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون انتخابات خرید و فروش می شود، به همین دلیل نتایج معطل شده است. اما کمیسیون این ادعا را رد کرده است. فواد ناصری با جزئیات بیشترین خبر. پس از 7 ماه تأخیر انتظار می رفت که روز جمعه سرنوشت نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی روشن شود. اما اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات می گویند بنابر مشکلات در برگه های نتایج اعلام آن تا روز شنبه به تأخیر افتاده است. امروز کمیسیون تقریبا آمادگی داشت که اعلام بکنه، ولی متاسفانه مشکلات تکنیکی در بعضی فرمای نتایج وجود داشته. متاسفانه تا آخر ساعت امروز نتونستن این را کاملا حل کنن. شاور تا دیر وقت انشالا این را کار میکنن. بخش تکنیکی ما برای فردا صبح انشالا آمده اعلام میشه. اما شمار از نامزدان شوراهای ولایتی تأخیر اعلام نتایج نهایی را ناشی از معامله های پنهانی می دانند. به گفته آنان کرسی های شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون انتخابات خرید و فروش شده و اگر فردا نتایج به تأخیر انداخته شود باید اعضای نهادهای انتخاباتی بازداشت شوند و نتایج نهایی این روند از سوی نهادهای عدلی و قضایی اعلام شود. نتیجه باید اصلا که ثبات اعلان سو اعلان سو که نسو اعلان نور دا کمیسیون باید لغوه، مسئولین باید عدلی او قضایی ارگانو تولیجی او نتیجه باید عدلی او قضایی ارگانو اعلان کنید. اما کمیسیون انتخابات هر گونه معامله را در این روند رد می کند. با این حال نهادهای ناظر انتخابات نیز گمان می برند که نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی با شفافیت همراه باشد. به باور آنان ضعف مدیریتی عامل اساسی طولانی شدن انتخابات شوراهای ولایتی بوده و باید زود هنگام به این ماجرا پایان داده شود. بیش از این مردم در انتظار ننشینند و کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلان بکنه، به حد کافی در این پروسه مشکلات وجود داشته. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 16 حمله امسال برگزار شد، اما با گذشت بیش از 7 ماه نتایج نهایی آن تا کنون روشن نیست. شوراهای ولایتی که به نام پارلمان های کوچک نیز یاد شده در 34 ولایت افغانستان 458 کرسی داشته که از این میان تنها 96 کرسی آن برای زنان اختصاص داده شده است. یک عضو برجسته اصلاحات و همگرایی میگوید ممکن است تا 20 روز دیگر کابینه جدید اعلام شود. محمود کرزی از گفتگوها میان کمیسیون تازه شکل گرفته روی چگونگی تقسیم وزارتخانه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت خبر میدهد. در همین حال یک عضو کمیسیون عملیاتی موافقتنامه سیاسی میگوید کار روی معیارهای گزینش وزیرها و اداره های مستقل جریان دارد. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشترین خبر. این عضو برجسته دسته اصلاحات و همگرایی از اعلام کابینه جدید تا نشست لندن سخن میزند. آقای کرزی میگوید روی چگونگی تقسیم وزارتخانه ها در توافقنامه سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی توافق نشده است و کار روی معیارهای گزینش آن جریان دارد و در آینده نزدیک نیز پس از نهایی شدن بر رسانه ها داده خواهد شد. چطور وزارت ها بین حکومت وحدت ملی تقریبا تقسیم بندی شوه کار جریان داره، ولی ای که
چی وزارت را باید کی بگیره و چی وزیری پیشنهاد شوه و شرایطی وزیر بودن چی باشه در آینده نزدیک معلوم خواهد شد. کابینه چه وقتی اعلام خواهد شد؟ ما فکر میکنم در حدود 20 روز اگر خدا خواسته باشه موضوع حل شد. محمود کرزی میگوید کمیسیون تکنیکی ایجاد شده روی معیارهای گزینش وزرا، اداره های مستقل و والی ها کار می کنند و در این روزها این کمیسیون تلاش می کند تا نهادهای اقتصادی و کلیدی حکومت را شناسایی و روی مشارکت اعضای هر دو گروه در آن به توافق برسند. اگر قرار باشه سر میکنید کار شود ممکن همین کمیسیون کار کنه، ولی خب تا هنوز به اونجا نرسیده، ما تا هنوز در آغاز راه هستیم. کمیسیون تکنیکی ایجاد شده از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت شکل گرفته است. در این دسته تکنیکی نزدیک به 12 تن تلاش می کنند تا روی نکات ناروشن و عملیاتی کردن اعلامیه مشترک، موافقت نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی و طرح معیارهای گزینش افراد در مقامهای بلندپایه حکومت را نهایی کنند. فساد اداری در نهادهای حکومتی صدمه بزرگ بر زندگی شهروندان عادی کشور وارد کرده است. برخی شهروندان میگویند در 13 سال گذشته آنانی که توان پرداخت رشوه را داشتند زندگیشان تغییر کرده است. آنان میگویند رئیس جمهور غنی باید حکومتش را از اشخاص مفسد پاک سازد. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد. افغانستان کشوری است که هنوز هزاران پا برهنه و تن برهنه دارد. خانواده هایی هستند که با ناچاری و درماندگی شب و روزشان را در زیر خیمه ها به سر میبرند. هنوز هزاران کودک از کسب تعلیم به دور بوده و مشغول کارهای شاقند. به باور برخی ها فساد اداری یکی از عوامل عمده این نارسایی ها می باشد. خدای مهربانه دیگه رشوت بنسی و دیمونگ کار روسی سو بکنید. دو پیره رای تطلی رای ما چاولی دست بودر یا رئیس جمهور دیمونگ معلوم سیستی دیمونگ دی جای غم اخری من. 13 سال گذشت و هنوز هم فساد از ارگانهای دولتی برچیدن نشد. این شهروندان میگویند برای گرفتن سرپناه بارها به نهادهای حکومتی مراجعه کردند. اما کاغذ پرانی و فساد در درون این نهادها سبب شده تا اینان تا هنوز بی خانه بمانند. امی سرماشیش رشوت است. اگه این نمی بود هر کدام از یال صاحب خانه زمین تفلاش چرا به اسواد میماند؟ یعنی فساد اگر نبودی مردم زورمندی نمیکرد، مردم مثلا ایتو بالا منزلا جور نمیکرد، در فکر غریبان میشد. سخی محمد 13 سال است که زندگی خیلی ها ابتدایی دارد. 13 سال اخیر زندگی او زیر خیمه ها سپری شده است. او هرچند مشکل شنوایی دارد، اما میداند که در نهادهای حکومتی فساد بیداد می کند. اینجا کمانده سالاری هست، اینجا زورور هست، رشوت خور هست، دگه این جلبش خدا را بگیرند. حقوقدانان فساد در دستگاه قضایی را عامل اصلی این نابسامانی ها می دارند. می گویند اگر در دستگاه قضا فساد بیداد کند، اثرات منفی بر همه نهادهای حکومتی می گذارد. هر چیزی اگر گنده شود، بلای از اون نمک پاش میته و اگر نمک گنده شود دیگه باز جای برای اصلاح باقی نمیمانه. این فساد ارزشش در جامعه با چنین مثال است که اگر فساد در قضا باشه معنی ای که کل جامعه را با خود فاسد میسازه. این اتهامات است که رئیس جمهور احمد زی نیز در نخستین روزهای آغاز کارش با آن اشاره کرد، اما دادگاه عالی کشور این اتهامات را همواره رد کرده است. 13 سال از ایجاد حکومت نوین در افغانستان گذشت. در این 13 سال مردم حداقل 4 بار برای انتخاب رئیس جمهورشان پای صندوق‌های رأی رفتند. در این 13 سال میلیاردها دلار جامعه جهانی به این کشور سرازیر شد. اما زندگی بسیاری افغان‌ها تغییر نکرد. هنوز هم هستند کسانی که در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند و دلیلش هم به باور مردم فساد گسترده در نهادهای حکومتی افغانستان است. نصرت پارسا، آریانا نیوز. تاجیکستان در تلاش تحکیم روابط حسنه با حکومت جدید افغانستان است. عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید کشورش با استقبال از روی کار آمدن حکومت جدید افغانستان قصد دارد برنامه های اقتصادی بیشتر را با حکومت کابل شریک سازد. آقای شیرینوف همچنان امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 انتقال میان کابل و اسلام آباد را گام مؤثر برای تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورهای منطقه خوانده است. نظیر عظیم کریمی از واشنگتن. تا
تاجیکستان در مرز شمالی افغانستان از کشورهایی به شمار می رود که روابط دیپلماتیک اثنایی با افغانستان دارد. در کنار فرهنگ و زبان مشترک در یک دهه اخیر، انرژی و ترانزیت و تجارت نیز به عناصر مهم ارتباط میان تاجیکستان و افغانستان مبدل شده است. عبدالجبار شیرینوف سفیر پیشین دوشنبه در واشنگتن و رئیس بانک ملی این کشور با استقبال از روی کار آمدن حکومت جدید افغانستان میگوید کشورش در تلاش تحکیم روابط بیشتر با افغانستان است. امیدوار هستم که در افغانستان البته پیشروی های خیلی زیاد می شود. از سوی هم این اقتصاددان تاجیک امضای قرارداد کاسه 1000 انتقال برق میان افغانستان و پاکستان را برای تحکیم روابط کشورهای منطقه اثرگذار خوانده میگوید با امضای این قرارداد نه تنها منافع اقتصادی میان کشورهای منطقه تعمیل میگردد بلکه از لحاظ سیاسی نیز روابط بیشتر از پیش تحکیم خواهد یافت. کاسه 1000 یکی از لایحه‌هایی میباشد که برای رشد کشورهای تمام منطقه البته نفع زیاد داشته میتواند که در اینجا هم تاجیکستان و قرقیزستان که برای استخراج برای صادر کردن برق خود یک امکاناتی نو پیدا میکنند و این البته به نفع تاجیکستان و قرقیزستان میشود و از جانب دیگر این برق که مردم افغانستان و پاکستان به آن احتیاج دارند البته به نفع مردم کشورهای نام برده هم میشود. پروژه کاسای 1000 که در سال 2006 میلادی روی دست گرفته شد، قرار است تا سال 2017 میلادی با هزینه بیش از 1 میلیارد دلار به بهره برداری برسد. بر اساس این پروژه، قرار است پاکستان 1000 مگاوات برق مورد نیاز خود را از تاجیکستان تأمین نماید. برق تاجیکستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان ترانزیت می شود. از این برق ترانزیتی قرار است 300 مگاوات آن در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. نظیر عظیم کریمی، آریانا نیوز، واشنگتن دی سی. اگر نام توجه کنیم به خبرهای خارجی که با همکاری رادیو آزادی تهیه شده است، اما پیش از آن نگاه به کوتاه. اتاق تجارت و صنایع سفر رئیس جمهور احمدزی را به چین در بخش اقتصادی با اهمیت می‌داند. به گفته اعضای این اتاق، سفر رئیس جمهور به چین روی روابط اقتصادی دو کشور تاثیر مثبت خواهد داشت. آگاهان امور اقتصادی از حکومت می‌خواهند که روی سیاست خارجیش در این عرصه توجه بیشتر مبذول دارد. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده نخستین سفر خارجیش را به کشور چین انجام می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع کشور این سفر را برای تحکیم روابط اقتصادی دو کشور مفید می‌داند. با باور اعضای این اتاق، افغانستان در بخش‌های استخراج معادن، زراعت، برق و دیگر بخش‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که چین در این بخش‌ها می‌تواند نقش خوبی داشته باشد. ندوی با ان شاء الله چې لاسرالونی وي قراردادونه وي او د امکانات ډیر زیات دي د معدن په بخش کې دي د زراعت په بخش کې دي د خدماتو په بخش کې دي د انرژي په بخش کې دي او داسی نور نور. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند حکومت میتواند چین را متقاعد سازد تا آن کشور از سیاست های کشنده در برابر تولیدات افغانستان خودداری کند. دو جنبه دارد. جنبه اولیشی که ما در قد چین تشویق بکنیم تا سرمایه گذاری خودنی افزایش بتن و در قد بتانند مومد رشد اقتصادی افغانستان شوند و دومی که چین ترغیب بکنیم تا رقابت قاتلانه را در مقابل تولیدات ما انجام ندهند. برای اینکه یکی از کشورهایی که در قد تولید ما را از میان برد رقابت بسیار شدید چینایی ها در آسیای میانه و در درون افغانستان بوده. سرمایه گذاران نیز از این سفر توقع دارند که رئیس جمهور احمدزی کشور چین را به سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان ترغیب کند. مردم افغانستان امیدوار هستند که این سفر نتایج عملی را در بر داشته باشند و رابط در ساحات مختلف با چین که یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در منطقه به شمار می‌رود گسترش بیشتر بیابد. چین در تجارت خارجی افغانستان سهم بارز دارد. گفته می‌شود داد ستاد داد کشور سالانه حدود 400 میلیون دلار می‌باشد. و در این بخش همکارم سید علی کاظمی رویدادهای ورزشی را تقدیمتان می‌کنه. علی خیلی خوش اومدید. تشکر. سلام خدمت شما و خدمت شما بیننده عزیز هم چون خبرهای ورزشی هم بعد از وقفه می‌کنم.
سلام مجدد، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. دومین پیروزی بر تیم کرکت 16 سال افغانستان هم رقم خورد. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان در دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم کویت رفت. این تیم که در بازی نخست خود توانسته بود تیم کرکت 16 سال ایران را تحقیر کند، در دومین دیدار به مصاف تیم کویت رفت. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان توانست در این بازی مقابل تیم کرکت 16 سال کویت نیز به پیروزی دست یابد. در این بازی ابتدا بازی را کویت آغاز کرد و توانست در 25 جوار و با از دست دادن تمام بازیکنان خود 69 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کند و تیم 16 سال کرکت افغانستان توانست در اول 11 هدف تعیین شده را تکمیل نموده و پیروز این دیدار شود. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان در ادامه این مسابقات فردا به مسافه تیم قطر میزبان این مسابقات می رود. مرهم توجه کنیم به جزئیات بیشتر خبر تازه. انفجار در سرک 14 وزیر اکبر خان اتفاق افتاده. سخنگوی حشمت سانگزه سخنگوی فرماندهی پلیس کابل با تایید این رویداد میگوید که هنوز جزئیات بیشتر در مورد نوعیت این انفجار به دست نیست و برای جزئیات بیشتر این خبر با آریانا نیوز و آریانا باشید. و حالا هم توجه کنیم به وضعیت آب و هوا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. کنهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. و سرانجام غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8 پیش بینی شده است. از همیتون به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. مطلع شبتان خوش. خدا من نگهدارتون.